یکی دیگر از جوانان پیرو مذهب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در زندانهای بحرین به شهادت رسید به دنبال سیاست احمال پزشکی در زندانهای بحرین حسین برکات که به کرونا مبتلا شده بود در زندان به شهادت رسید خانواده برکات و فعالان حقوق بشری در بحرین آل خلیفه را مسئول اصلی شهادت او دانستند به گفته فعالان حقوق بشری بحرین تا کنون حداقل 240 مورد ابتلا به کرونا در زندان مرکزی بحرین موسوم به جو و بازداشتگاه حوز جاف به ثبت رسیده است عدم رسیدگی بهداشتی مناسب به زندانیان ادامه بدرفتاری شکنجه و تعامل غیرانسانی با آنها در زندانها موج جدیدی از نگرانی و وحشت را در میان خانواده های زندانیان ایجاد کرده است بهرین طی دو ماه گذشته صحنه دهها تظاهرات اعتراضآمیز برای آزادی زندانیان بوده که طی چندین سال گذشته بی سابقه بوده است به گفته فعالان بهرینی از ده سال گذشته تا کنون زندانهای بهرین شاهد بیش از هجده هزار زندانی سیاسی بوده است و همکنون بیش از دو هزار زندانی سیاسی در این زندانها به سر میبرند این فعالان با به صدا درآوردن زنگ خطر درباره وضعیت فاجعه بار شیوع کرونا در سطح بحرین و در زندانهای آن تاکید کردند که آزادی زندانیان سیاسی حق طبیعی آنان است